حاشیه نیوزی ها خوش اومدید. لطفاً لایک و سابسکرایب رو همچنین فراموش نکنید. ناوشکن سهند پیشرفته ترین کشتی جنگی ایران. ناوشکن سهند نیروی دریایی پیشرفته ترین ناوشکن ساخت ایران است، اما ویژگی و مشخصات ناوشکن سهند چیست و چه برتری هایی نسبت به نسل قبلی دارد؟ سهند سومین ناوشکن کلاس موج است که توسط کارخانجات نیروی دریایی ارتش طراحی و ساخته شده است. از سازه این کشتی در شهریور ماه سال 1391 رونمایی شد. این کشتی سومین نمونه از کلاس خود بوده و پس از جماران و دماوند یعنی ولایت طراحی و ساخته شده است. البته ناوشکن سهند ابتدا در کلاس الوند در نیروی دریایی فعالیت می‌کرد که در عملیات آخوندک در سال 67 توسط موشک‌های هارپون ناوگان آمریکا در خلیج فارس نابود و در دریا غرق شد. این کشتی جنگی به یاد ناوچه سهند کلاس الوند که در سال 67 غرق شد سهند نامیده شد. ناوشکن جدید نیروی دریایی ارتش با قابلیت رادارگریزی به سامانه‌های الکترونیکی و دفاعی مدرن مجهز شده است. پس از ناوچه جماران اکنون نوبت به ناو سهند است تا قدرتنمایی نیروی دریایی ارتش ایران را بیش از پیش نشان داده و پیشرفته‌ترین ناوشکن بومی خاورمیانه لقب گیرد. بنابر اظهارات مقامات نظامی کشور ما، نوع مواد به کار گرفته شده برای سازه این شناور جنسی مخصوص و ویژه با قابلیت رادارگریزی است. این کشتی جنگی به سامانه‌های الکترونیکی و دفاعی مدرن و بروز تجهیز شده است. همچنین ساخت سهند به لحاظ زمانی 1/5 زمان ساخت ناوشکن جماران طول کشیده است. در مشخصات ناوشکن سهند در مقایسه با ناوشکن جماران ویژگی‌های بیشتری دیده می‌شود. برتری مشخصات ناو سهند بر جماران به دو دسته کلی مشخصات فیزیکی و عملیاتی تقسیم بندی می‌گردد. یکی از مهمترین مشخصات ناوشکن سهند در ساخت بدنه آن خلاصه می شود. طول ناوشکن سهند که بین 95 تا 98 متر تخمین زده می شود کمی بزرگتر از جماران است، اما بیشترین عرض بدنه آن حداقل 12 متر بوده که 15% تا 20% بیشتر از جماران است. وزن ناوشکن سهند نیز چیزی در حدود 2000 تن است. بدنه اصلی سهند از 20 بلوک مجزا که دارای 4 طبقه است تشکیل شده و پس از ساخت در حوض خشک در کنار هم قرار گرفته و به یکدیگر متصل شدند. برای جلوگیری از نفوذ آب و یا آتش از یک بلوک به کل بدنه کشتی، بین بلوک‌های مختلف دیواره‌هایی وجود دارد که از طریق درب‌های تعبیه شده در آن به یکدیگر متصل می‌شوند. روسازه این ناو در 3 طبقه طراحی شده و ارتفاع آن نیز از ناو جماران بیشتر است. از تفاوت‌های ظاهری عرشه‌های بالایی سهند با نسل قبلی می‌توان به تغییراتی در شکل پل فرماندهی، انتقال بخش نصب رادار به پشت این قسمت و قرارگیری دکل اصلی در پشت این دو قسمت اشاره کرد. یکی از عواملی که باعث رادارگریزی بیشتر ناوشکن سهند نسبت به نسل قبلی شده شیوه طراحی عرشه کشتی است. یک دست بودن سطح بدنه از کاسه تا عرشه باعث بازتاب راداری کمتر برای پهلوی سهند ایجاد کرده است. البته افزایش عرض بیشتر سهند نسبت به جماران به جای افزایش طول برای استفاده از تجهیزات بیشتر به کاهش بازتاب راداری پهلوی این کشتی جنگی منجر شده است. بخش زیادی از عرشه ناو سهند به محل ورود هلیکوپتر در آن اختصاص دارد. پیشرفته ترین ناوشکن بومی خاورمیانه قادر است تا بزرگترین بالگرد موجود در نیروی دریایی را نیز با خود حمل کند. قابلیت تهاجمی و تدافعی ناوشکن سهند حدود 2 برابر جماران است و این تفاوت را در بروز رسانی پرتابگرهای اژدر و انواع توپهای ضد هوایی و ضد سطحی، سامانه های موشکی سطح به سطح و سطح به هوا، سامانه دفاع نقطه ای، سامانه ضد زیر دریایی، قابلیت رادارگریزی، افزایش برد عملیاتی، قابلیت مانورپذیری بالا و همچنین سامانه‌های الکترونیکی باید جستجو کرد. از دیگر مشخصات ناوشکن سهند میتوان به قدرت مانور این کشتی اشاره کرد. 4 موتور پرقدرت برای این ناو در نظر گرفته شده که باعث می‌شود مانورهای حرکتی بیشتری نسبت به نسل قبلی جماران داشته باشد. مشخصات عملیاتی ناو سهند. همانطور که گفته شد سهند قدرت مانور بالاتری نسبت به جماران دارد. رانش ناوشکن سهند از طریق 2 محور یعنی شفت بوده که به 2 پروانه ناو نیرو می‌دهد. 4 موتور دیزلی این کشتی در ابتدای نیمه عقبی و در پایین‌ترین طبقه از بدنه قرار دارند. پروانه‌های این ناوشکن نیز قابلیت تغییر زاویه دارند. با تغییر زاویه این پروانه‌ها کشتی با سرعت بیشتری تغییر جهت می‌دهد. از مهم‌ترین خصوصیات ناوشکن سهند می‌توان به قدرت دریانوردی بالای
آن اشاره کرد. سازه قوی بدنه باعث شده تا این کشتی جنگی بتواند بیش از 150 روز در آب‌های پرتلاطم و بدون پشتیبانی دریانوردی کند. جغرافیای مأموریت این ناوشکن آب‌های شور است. به همین دلیل به شدت نیازمند پشتیبانی و رسیدگی مستمر است. همچنین به منظور دریانوردی‌های طولانی‌تر علاوه بر یخچال‌های بزرگتر، مخزن‌های بیشتری برای ذخیره سوخت و آب در بدنه سهند ایجاد شده است. ساخت کشتی‌های جنگی مشابه با ناوشکن ایرانی سهند با وجود همکاری‌های مختلف چندین کشور در زمانی بین 3 تا 4 سال ساخته می‌شود، اما ساخت پیشرفته‌ترین ناوشکن بومی خاورمیانه در ایران قرار است که بین 2 تا 3 سال به نتیجه برسد. قیمت ناوشکن‌های مشابه خارج سهند بالغ بر 300 میلیون دلار است، اما پیشرفته‌ترین کشتی جنگی ایرانی با رقمی به مراتب کمتر از 1/3 آن ساخته شده است. به گفته متخصصان، جدیدترین ناوشکن نیروی دریایی ارتش می‌تواند مسیر 16000 کیلومتری سواحل ایران را تا مرزهای آبی ایالات متحده را در زمان تقریبی 20 روزه طی کند. گیربوکس ها یعنی سیستم انتقال قدرت سهند مانند جماران جزو نخستین نسل از گیربوکس های جدید و بومی محسوب می شود. ترکیبی بودن گیربوکس ها باعث بهبود یافتن عملکرد آنها شده و می توانند همزمان با دو موتور بر روی یک شافت پروانه کوپل کنند. سیستم کنترل زاویه پروانه موتورهای سهند این امکان را برای آن ایجاد می کند که فرایند سوختگیری و انتقال با یک واحد پشتیبانی آسان اجرا شده و در مدت زمان کوتاهی سرعت این ناوشکن از کمترین سرعت به بیش از 25 گره دریایی یعنی 47 کیلومتر در ساعت یعنی بیشینه سرعت برسد. از دیگر مشخصات ناوشکن سهند می توان به ویژگی های نظامی و قابلیت بالای حمل تسلیحات آن اشاره کرد. تجهیزات نظامی مختلفی توسط کشتی جنگی سهند قابل حمل است. دو پرتابگر دوتایی موشک های ضد کشتی از نوع نور و یا قادر، توپ تکلول 40 میلیمتری فتح با شلیک 300 تیر بر دقیقه با قابلیت ضد موشک کروز و احتمالاً توپ های 20 میلیمتری تکلول یا سامانه چند لول چرخان با کالیبر کمتر در دو سمت عرشه و قایق های نجات و قایق های موتوری بخشی از ویژگی های ناوشکن سهند است. مانند محل اژدرافکن های ناوشکن جماران، پرتابگرهای ستایی اژدرهای ضد زیردریایی در کشتی سهند در عرشه اصلی آن و جلوی محل پرواز هلیکوپتر قرار خواهند گرفت. در قسمت سینه ناو سهند نیز یک توپ 76 میلیمتری نصب شده که یک سلاح تمام خودکار با قابلیت انهدام اهداف سطحی و هوایی مختلف، حتی موشک های ضد کشتی، امکان هدفگیری با رادار و سامانه های الکترواپتیک و برد مؤثر 12000 و برد نهایی 17000 متر است. همه این تسلیحات نظامی توسط صنایع دفاعی کشورمان ساخته شدند. در ناو سهند به دلیل فضای بیشتر، تعداد پرتابگر موشک های سطح به سطح هوایی میان برد نسبت به جماران افزایش داشته است. بر اساس گفته فرماندهان نیروی دریایی ارتش، قابلیت تدافعی و تهاجمی ناوشکن سهند دو برابر ناو جماران است. به طور کلی می توان مشخصات ناوشکن سهند را در سازه بسیار قوی و رادارگریز و افزایش سطح عرشه پرواز خلاصه کرد. سهند از یک سیستم محرک ترکیبی بهره می برد که در شرایط متفاوت رزمی و وضعیت های مختلف آب و هوایی قابلیت حفاظت تحرک خوبی را به این شناور می دهد. قابلیت رادارگریزی این ناوشکن را هم باید به سایر قابلیت های ناوشکن اضافه کرد. تأمین برق این ناو از طریق 4 ژنراتور تقسیم شده که در دو محل مجزا قرار دارند. البته در سیستم برق این ناوشکن تأمین نیازهای الکتریکی بر اساس نوع استفاده از دستگاه‌ها، ولتاژ و فرکانس خاصی به کار گرفته می‌شود. دو ژنراتور همواره فعال و دو ژنراتور نیز در حالت نیمه فعال هستند تا در صورت لزوم وارد مدار شوند. تجهیزات دفاعی این ناوشکن از توپ‌های ضد سطحی و ضد هوایی، سامانه‌های موشکی و اژدرهای بومی به همراه پرتابگرهای آنها که بهینه‌سازی شده اند، آماده بهره برداری و تأمین امنیت شناورهای ایرانی و غیر ایرانی در آبها هستند. سهند قدرت پیشرانه خود را از 4 موتور دیزلی تأمین می‌کند که دو پروانه را در جلو و دو پروانه را در عقب کشتی به حرکت در می‌آورند. به گفته مسئولین، جبه دنده یعنی گیربوکس این ناوشکن کاملا ایرانی است و در عین حال که مصرف سوخت موتورهای آن کاهش یافته، مخازن سوخت بزرگتری نسبت به جماران و دماوند دارد. برخورداری از عرشه 3 طبقه در ناوشکن سهند آن را قادر می‌سازد تا گستری از تسلیحات را حمل کند. در قسمت جلویی یعنی سینه این ناوشکن توپ 76 میلیمتری فجر 27 نصب شده که برابر با اطلاعات اعلام شده توانایی انهدام اهداف سطحی و هوایی مانند موشک های ضد کشتی را دارد و در سال 1385 توسط صنایع دفاع ایران ساخته شده است. سامانه پرتاب توپ دوربرد کمند یکی از بهترین سامانه های تدافعی حاضر بر روی عرشه این ناو است که در هر دقیقه 4 تا 7000 گلوله شلیک می‌کند. طراحی و ساخت محل
محل فرود بالگرد در عرشه کلاس موج ناوشکن سهند نسبت به کلاس الوند یکی دیگر از نقاط تمایز در این ناوشکن است. حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، در توضیح ویژگی عرشه این ناوشکن اظهار می‌کند که سهند اولیه خریداری شده از انگلستان امکان پرواز و نشستن هلیکوپتر را نداشت، اما شناور فعلی عرشه بسیار مناسبی برای نشست و برخاست بالگردهای بسیاری بزرگ تا اندازه‌های ضد زیردریایی دارد. شبکه تلویزیونی یورونیوز در گزارشی با اشاره به توانمندی‌های این ناوشکن خبر از رونمایی و الحاق آن توسط فرمانده کل ارتش خبر داده بود. پایگاه آمریکای نشنال اینترست درباره الحاق سهند به نیروی دریای ارتش و ویژگی‌های رزمی آن می‌نویسد که حتی اگر ناوشکن سهند آغازگر تنش میان تهران و واشنگتن نباشد، نمایش موفقیت آمیز قابلیت‌های رادارگریزی این ناوشکن می‌تواند مایه شرمساری نیروی دریایی آمریکا شود. پایگاه خبری NRT وابسته به کردستان عراق هم طی مطلبی در توییتر از ویژگی‌های رادارگریزی ناوشکن سهند پرده برداشت.